مانی این ده بنک اسم یک مسابقه و رویداد کمپانی پرورسلینگ WWE که به پای ثابت تقویم این کمپانی تبدیل شده. در این ویدیو نگاهی دارم به رویداد و مسابقه مانی این ده بنک که یکی از جذابیت اصلی کمپانی WWE و دنیای پرورسلینگ به شمار میره. سلام، شهریار حکیمی هستم. این یکی دیگه از قسمت‌های سری جدید ویدیو کانال یوتیوب اسپورتس ویسپره. امروز میخوام در رابطه با مانی این ده بنک صحبت کنم. مانی این ده بنکی که یک مسابقه در راستای کمپانی پرورسلینگ WWE و چند سالی هم میشه که به یک رویداد تبدیل شده. خب طبق عادت این سری من شروع میکنم به صورت مقدمه یه ذره در رابطه با مانی این ده بنک بهتون میگم و بعدش یه سری نکاتی رو میگم که شاید نشنیده باشید و شاید دوست داشته باشید که بیشتر از اونا بشنوید. من بعید میدونم کسی این ویدیو نگاه کنه ولی ندونه که در مجموع مانی این ده بنک چیه، ولی خب شاید یه سری از بچه‌ها جدیدن تازه بخوان دنبال کنن، یا مثلا یه سری ها حتی مثل خود من الان دوباره طرفدار پرورسلینگ شدم. من مثلا خودم هم حتی یه مدتی شاید آنچنان دنبال نمی‌کردم ولی بعدش دوباره شروع کردم به دیدن و حس میکنم شاید خیلی هم اینطوری باشن، چون الان حال و هوای پرورسلینگ فرق داره و بهتر شده نسبت به چند سال پیش و این حس کردم که شاید خیلی ها بخوان الان دوباره دنبال کنم و من میخوام در رابطه با مانی این ده بنک به شما کامل توضیح بدم. خب ببینید، مانی این ده بنک اگه بخوام توضیح بدم از سری مسابقات لدر مچ یا نردبون میشه. حالا کارش چیه؟ معمولا 5 یا 10 تا کشتیگیر توی رینگ هستن، یه چمدون و کیف مانن اون بالا میذارن، مثل لدر مچ که مثلا کمربند رو میذاشتن اینجا اون کیف رو میذارن، باید برن بردارن اون کیفو که بردارن تا یک سال فرصت دارن که از اون استفاده کنن و در هر زمانی در هر شوی بیان روی یکی از عناوین اصلی WWE اونو اصطلاحاً کش این کنن و اون قهرمانو شکست بدن و خودشون کمربندو بگیرن. الان چند سالی میشه که مانی این ده بنک 6 نفره برگزار میشه. مثلا الان در حال حاضر 3 نفر از راو میبرن، 3 نفر از اسمکدانو میبرن و 6 نفره برگزار میشه، ولی داشتیم تعدادش تو این سالا خیلی بالا و پایین شده. جالبه بدونید که ایده مانی این ده بنک از کریس جریکو بود. کریس جریکو که میشناسید یکی از بهترین پرورسلرهای تاریخ، در حال حاضر خودش توی AEW فعالیت میکنه، ولی زمانی که توی WWE بود این ایده به ذهنش رسید، گفتش که این خیلی کار جالبی میشه، ما میتونیم کلی استوری لاین کلی فیود ازش به دست بیاریم. رفت اینو به یکی از نویسنده‌های ارشد سابق WWE، یعنی اون زمان یکی از نویسنده‌های ارشد وقتش، گفت و بعدش هم با وینس مکمن اینو در میون گذاشتن و وینس مکمن هم قبول کرد. وینس مکمن از این ایده ها معمولا نمیگذره و اینو قبول کرد. از سال 2005 مانی این ده بنک درست شد، یه مسابقه بود که توی رسلمنیا برگزار میشد. از 2005 تا 2010 توی رسلمنیا بود، ولی بعدش WWE دید که چه ایده جذابیه، چقدر میتونه از توش استوری لاین به وجود بیاره، فیود به وجود بیاره، هیجان به وجود بیاره و بعدش دیگه تبدیلش کرد به یه رویداد. یعنی در حال حاضر ما یه پریمیوم لایو ایونت یا قبلا هم میگفتن PPV داریم به اسم مانی این ده بنک، که اتفاقا باید بدونید که یکی از 5 تا پریمیوم لایو ایونت یا همون خودمونیم دیگه، 5 تا از رویدادهای مهم WWE در کنار رسلمنیا، رویال رامبل، سامر اسلام و سروایور سریز. وقتی که رویداد مانی این ده بنک درست شد، WWE یه ایده‌ای به کار برد که چندان جالب نبود و یه ذره شاید از اون هیجان مانی این ده بنک کم کرد. این بود که اومد برای هر برند یه مسابقه گذاشت. یعنی مثلا میگفتش که اسمکدان یه لدر مچ مانی این ده بنک داره و رام یه دونه دیگه جدا داره و هر کدوم فقط روی همون کمربند خود برند میتونن کشین کنن. ولی خب از 2014 به بعد، بعد از این که مخصوصا کمربند ها یه مدت اگه یادتون باشه یکی شدن، دوباره این برگشت به حالت قبل و خیلی هم جذاب تره دیگه. همین که مثلا توی خیلی از سالا استوری لاین ها به یه طرزی پیش رفته که مخاطب نمیدونسته که واقعا اون مستر مانی این ده بنک، اصطلاحاً کسی که میگیره بهش میگن مستر مانی این ده بنک، نمیدونستن میخواد روی کی کشین کنه و همین خودش یه هیجانی به وجود می آورد. ولی خب اون موقع که را و اسمکدام بود، خب دیگه میدونستی قطعا این طرف میخواد توی را کشین کنه، اونم توی اسمکدام. ولی خب الان دوباره به همون حالت، فقط یکیه. از 2017 مانی این ده بنک زنان هم اضافه شده،
و در حال حاضر توی رویداد مانینده بنک یه دونه لدرمچ برای مردان و یه لدرمچ برای زنان برگزار میشه. حالا بیاید یه ذره در رابطه با خود مانینده بنک صحبت کنیم. ببینید، ایده خیلی ایده جذابه دیگه، چند بار بهتون گفتم که میتونه چقدر جذابیت و هیجان به وجود بیاره، ولی کلا مانینده بنک شاید مثل خیلی از ایده‌ای که توی پرو رسلینگ، ایده‌ای که دیدیم امتحان شدن، بعضا جواب دارن بعضا جواب ندادن، مانینده بنک یه طوری که هر چقدر میتونه جذابیت به وجود بیاره میتونه عملا یک سال هم هدر بده. یعنی خیلی اون نویسنده ها، اون تیمی که دارن طراحی میکنن باید ببینن که چه کسی رو برنده کنن، آیا پتانسیل داره که یه فیود جدید، یه استوریلاین جدید به وجود بیاره یا نه. اولین بار اچ توی سال 2005 برنده مانینده بنک شد و سال 2006 چندین ماه بعد تو مسابقه معروف اومد روی جانسینا کشین کرد. بعد اچ بازم برنده شده بود، خیلی ها رو داشت، مثلا خود سی ام پانک هم حتی بود که دوبار برنده شده بود، خیلی ها رو داشتیم دوبار برنده شدن. و اینم جالبه بهتون میگم، خیلی هم داشتیم که حتی برنده شدن ولی بعدن به دلایلی از جمله اینکه دیدن حتی نمیتونن واقعا استوری لاین خوبی رو وجود بیارن، یعنی واقعا این بوده که دیدن که آقا این طرفی که ما برنده کردیم واقعا پتانسیل نداره در ادامه بعدش گرفتیم. حالا به چه حالتی میگیرن؟ معمولا یه مسابقه میذارن، میگن برنده یعنی کلا این مسابقه سر اون چمدونه، سر اون بریف کیس مانینده بنکه. ما مستر کنری رو داشتیم که برنده شد ولی توی مسابقه به اج باخت. ما حتی اوتیس رو داشتیم چند سال پیش که اونم برنده شد ولی توی مسابقه باخت و دیگه مستر مانینده بنک نبود. مثالای موفق زیادی داشتیم دیگه، معروف ترینش رو که همتون میدونید سیت رولینز توی رسلمنیا 31 بود. اون اصلا میتونم بهتون بگم یه نمونه و یه مثال فوق‌العاده از اینه که مانینده بنک چقدر میتونه جذاب باشه. سیت رولینز ماها طول داد تا اینکه توی رسلمنیا و مسابقه معروف رومن رینز و براک لزنر اومد کشین کرد، واقعا یکی از بزرگترین هیجان‌های تاریخ پرو رسلینگ رو به وجود آورد. الان مثلا خود دیمیان پریست هم دوباره دومین نفر شد که اومد توی رسلمنیا کش کرد، خیلی حتی همون شب میان کش میکنن. ولی مثال ضعیف داشتیم، مثالی که من الان دیگه واقعا چند وقت دارم این مثال رو میزنم، حالا بهتون گفتم یه سری توی مسابقه شکست خوردن، اون چمدون رو از دست دادن، ولی یه مثال خیلی معروفش آستین تیری بود که خب اون زمان مکمن، وینس مکمن هنوز در رأس امور دبلبلی بود و واقعا هم خیلی به تیری پوشای زیادی میداد. مستر مانینده بنک شد ولی دیگه دقیقا خود به همون زمانی که مکمن کشید کنار، اصطلاحا یه رژیم جدید، یه تیم جدید اومد وارد دبلبلی شد و دیدن که تیری اصلا پتانسیل اینا نداره، مخصوصا که رومن رینز همون زمان برنده عناوین دبلبلی بود، دیدن اصلا واقعا پتانسیل نداره که تیری بیاد حتی اینجا کش کنه و در یه اقدام عجیب روی یونایتد استیت اومد کش کنه که اونم ناموفق بود. اولین بار بود که کلن یکی بغیر از عناوین اصلی، یعنی میره روی یکی از عناوین جانبی مثل یونایتد استیت کش میکنه، ولی خب همونطور که بهتون گفتم میتونه حتی یه سال هدر بده، واقعا اون سال هدر داد. برنامه واسه تیری نداشتن، چند ماه طول دادن، چند بار مثلا توی مسابقات رومن رینز اومد ولی هممون میدونستیم که کش نمیکنه و بعدش اومدن برای یه پوشی که مثلا یونایتد استیت رو ببرن بالا گفتن بیاد اینجا کش کنه، اونجا هم ناموفق بود. پس این ایده مانینده بنک هر چقدر میتونه جذاب باشه همون قدم میتونه که واقعا اصطلاحاً هدر بده، میتونه یک سال از بین ببره و این ایده جذاب رو به یه ایده کسل کننده تبدیل کنه. این یه چیز کلی در رابطه با مانینده بنک بود. میگم احتمالاً همتون دیگه دیدید، میدونید داستانش چیه، شاید مثلا فقط نمیدونستید ایدهش از کیه، شاید یه سری نکات بود که نمیدونستید. الان دیگه رویداد مانینده بنک رو میتونید تماشا کنید، میتونید واسه خودتون خیلی ایده‌های زیادی بدید که کی برنده بشه، چه استوری لاینی شروع بشه و مانینده بنک تمام جذابیتش به نظر من واسه همینه که حتی قبلش و حتی بعدش خود مخاطبا میتونن کلی ایده داشته باشن برای اینکه اون طرفی که مانینده بنک شده بره سمت چه استوری لاینی، بره چه فیودی رو شروع کنه. و به نظرم قطعا یکی از جذاب‌ترین ایده‌هایی بوده که دبلیو تا الان استفاده کرده. امیدوارم این ویدیو برای شما راضی کننده باشه. تا ویدیوهای دیگه.